رؤیای دموکراسی. رؤیای دموکراسی رؤیایی بیش نیست. رسیدن به دموکراسی فردی در جهان یکی از رؤیاهای دیرینه بشر است. شبیشم شبیه اروپایی ها بشم. چرا شبیه اروپایی ها؟ مگه الان تو آسیایی؟ خندی اولش خنده داره دادش میپشی اینجا این سوزش ها رو میپنش این خندی باید گریه کنی باش دیگه چی کار کنیم دیگه نشدیم که نورور هم نشدیم خوب بسته من نگاه کن تو هم نگاه کن خیلی خنده دارم الان نه من میرم از زندگی تو بیرون من مرتضی جعفری یک کارگردان ایرانی ساکن یونان شهر تسالونیکی هستم طی برخورد غیر منتظره با 7 جوان ایرانی در شهر تسالونیکی ناخواسته ذهن من به داستان این 7 نفر مشغول شد خیلی را کمربند تو در بیار انگشت از ساعت داری موبایل بذار توی زبر کاپشن جا بذار توی زبر کولتو بذار یه سبر رد شو از اون منم خیلی با حسده خیلی ریلکس یه بیرا بخور داری میری خیلی ریلکس ببین اینجا چیزته حالا فیلمش باید میذاری ببینی اینجا برنامه این چک لباسه دمت اونورتر چک پاسپورت اونه تمامه مال هیچکی هم نگاه نمی کنه چند نگاه میکنه تمام شده تو اون روز نبودی رفته بودی پیش کی؟ پیش شهرام رفته بودی ما رفتیم با ممرزا و من و ممرزا و سیا رفتیم اشازه از این بودیم خواه چیکار کنیم دو تا چهار تا کردیم گفتیم آقا نداریم یه پول شده بودیم دو سه روز وحشتناک گفتیم یه میریم من و ممرزا و سیا میریم تو این کار ما و راکه این پیرزن میرزن هستم پول میدم 20 یورو 30 یورو برات نمیبرم خونه تا اینکه پول مولامو ردیف بشه بتونیم ایشالا حرکت بکنیم از اونجایی که هدف اونا برای مهاجرت غیرقانونی و کوچ اجباری برای من جالب بود سعی کردم تا جایی که میتونم به اونا کمک کنم این افراد زمانی که وارد خاکیمان شدن به زندان و اوسیادا افتادن و هر کدوم 3 ماه زندانی کشیدن بعد از آزادی از زندان به خاطر محدودیت های جامعه ایرانی در ایران این افراد به یک بار وارد فضای شهری اروپا و آزادی فردی اروپاییان شدن برای همین از ابتدا تلاش کردن تا میتونن از دموکراسی که تاکنون نداشتن استفاده کنن و خود رو با تفریح و گردش ارضا کنن من از دارم آدم نگاه کنیم چه کنه هست که 300 بده 300 یورو ها؟ برنسه ها برمون خوب نه بچه بگرد بریم اون یکی بچه چرا این کار بد میخواییم بکنیم؟ بچه ها هیچ کدوم قصد موندن در یونان رو نداشتن و اینجا رو پلی در مسیر راه خودشون میدونستن
ولی با توجه به مشکلات سفر غیرقانونی مجبور بودند تا زمان خارج شدن از یونان خودشون رو با محیط اجتماعی یونان و مردم یونان وقف بدن. در این بین با دیدن مشکلات اقتصادی شدید یونان با عجله بیشتری تلاش کردند تا از یونان خارج بشن. هر کدوم از این بچه ها برای خودشون یک داستان مجزا داشتن، داستان گذشتهشون و داستان سفر غیرقانونیشون. اون که هر کیه رویایی تو سرشه که میاد از ایران بیرون، حالا یه سری هایی که مشکل دارن چون اجای خودش مشکل دارن، واقعا نمیتونن تو ایران بمونن، ولی خیلی هم هستن، خیلی هستن که من میشستم هیچ مشکلی ندارن، فقط بخاطر اینکه با اون رویاهایی که تو سرشونه برسن میان بیرون. خوبی هم دارن تو ایران، ولی فکر میکنن که اگر بیان اینجا به تمام خواسته هاشون میرسن. خود من یکی از اون آدمایی بودم که هر کی میگفت مثلا اروپا که هیچی، من رفیق داشتم کانادا، از کانادا اومده بود ایران، میگفتم تو دیوونه ای اومدی چیکار؟ میگفت هیچ جا ایران نمیشه. با این دفتر مکزیکی میخونم روز شما سمرم تو. نه اینجوری، خود من یه بار تو اتوبان داشتم میرفتم تو همت، گفتم که خدایا میشه یعنی من یه روزی توی یه اتوبان کشور درست حسابی برونم؟ چیه بابا اینجا؟ اومدم ایران بابا اصلا ایران با اینجا قابل قیاس نیست، کیفیت زندگی ایران هزار برابر بهتر از این هست. اینجا یه تبل توخالیه. هیچ وقت تو زندگی فکر نمی کردم بخوام ملیتم رو پنهان کنم. گفتم برسم تو خاک یونان اروپایی و تموم شده، همه بدبختی ها تموم شده، خوشی اومد در انتظار من، فرش قرمزم پهن کردن بود و بیا برس. اومدم به زور گرفتن کردن تو ماشین، بابک رو کردن تو صندوق عقب، اینو کردن اینجا و همه رو چپوندن تو ماشین. یه ماشین پلیس تو اتوبان اونجوری ساعت 4 صبح 3 صبح اومد پشت سرمون، این ماشین جیپا هست، اومد پشت سرمون یه نوربالا زد، دید اه چقدر کله تو ماشین هست، چرا نوربالاشو روشن گذاشت و یهو دیگه مطمئن شد دیگه مسافر قاچاقی، آژیرشو روشن کرد. من گفتم خدایا وایس، فقط وایس 6 ماه رو بکنن تو، اصلا اب نداره، فقط وایس نمیریم، چون اینجا بمیری که دیدی 30 میلیون میگیرن جنازتو برگردونن ایران. من داشتم چنگ میزدم به شیشه، میگفتم خدایا ما رو بگیرن یه سال ما رو نگه دارن، فقط وایس این ماشینه. باز اسلحه داشتن، اسلحه ها رو انداختن بیرون و مدارکشون رو همه رو انداختن بیرون و تو همون سرعتی که داشتیم میرفتیم یهو وسط اتوبان زد رو ترمز با 200 تا سرعت، زد رو ترمز، سرعت اومد رو 50 تا، در ماشین باز درها رو باز کردن که به فهمهای تا درهای ماشین رو کندن ماشین، این فیلم ها دقیقا این فیلم های هالیوود. از خدا میخوام مثل همیشه که دست حمایتش رو سرم بوده امروزم مثل همیشه حمایت هم کنه، مطمئن هم حرکتی میکنه به سلام، ولی این مطمئن تو این سفر ظرفیت هم مده کنه داعت هم کم شده دلم خود برم برسم که یه وقتشه بوده این موقعتی هم بشه من داره ظرفیت یکی میدونی ظرفش با دو تا پیمونه کنی میشه که می زرفش درگیاست، اما دو پیمونه نیست شد خوش شد همین زرفیت تمام تا کنم، بخوا کمیتیم کنم برم زودتر پایی همی برسم تا میتونم گذشته هم دست دادم کتا جوبه برم که به درمانم در بقیه راه همه نداشته باشم، خیلی نگرم دوست ندارم که نگرم بکشم. سنشون سنی بازنشسته برسیم، من با بازنشسته شما نهایتا لذت رو تا همون که ما رو بخوام به سرمان برسونم خیلی زخم بکشه و خیلی خواسته باشون بودشت، مجموع شد بخاطر که پول رفتن هم جفت و جفت کنه خونه شد بودیم، اما رفته مستجدیم اون مقدار بودید تو بر از دست دادم دوباره یه مقدار دیگه پول برام تهیه کرده ماشینش رو فروخت،
برام پول فرستاد. دلم نمیخواد دیگه. رو نمیشه بهشون پول رو قصه بود. خدا پاک کمکم بکنه روز رچ میگنم. فقط به خاطر پدرم آدم. وایسا قطع شدی دوباره وایسا هم دوباره وبه تو بگیرم یه لحظه صبر کن دوباره قطع شدی. سلام یه لحظه ببخش آها دیدمش آره اوکی شد حله. سلام مشکان خانم، حالتون خوبه؟ سلامتی؟ سلامت باشین، شما خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی؟ این شکل من بوده تو آتاین بعد از 48 روز زندانی این شکل شنبت دارم با این عکس، با همین عکس خیلی خوبه 48 روزه میزنم چند روزه میزنم بریم با پاس اف کنم. دفتر جلیه نمیدونم کجاییه دفتر جلی چه مشتی اورجیناله اینو واسم درست کردن خود سفارت دادن دمش کرد اینو برام درست کرده که با این بپرم برم البته این عکس مال خودم مال 3 سال پیشمه. بالاخره بعد یه مدتی این بچه ها تو آتن با یه قاشقچی هماهنگ کردن تا مدارکی که لازم دارن براشون از آتن به تسالونیکی بفرستی تا یکی یکی بتونن شانس خودشونو برای رفتن به انگلیس یا آلمان امتحان کنن. در این بین همه روزه من دنبال اینا بودم و با دوربینم تمام وقایع اینا رو ثبت کردم. من فکر میکنم تلاش برای رسیدن به زندگی مطلوب یک حق برای هر انسان. این مرزبندی ها و این محدودیت ها ساخته دست من و شماست نه خدا، چرا که خداوند همه رو یکسان آفرید و به همه حق انتخاب و حیات داد و هر انسانی میتونه در هر جا و هر مکانی یا هر طرز فکر و اندیشه‌ای آزادانه زندگی کنه. الو سلام چطوری؟ سلام من گوش شما ریسیف کردم چیز پاک شده شما را پاک شده تو گوشی من دعا یاده دراج چاکره امروز بعد از 8 ماه ببینیم میریم سوارشون بریم من تو این چند سالی که تو یونان هستم مهاجرین غیرقانونی زیادی رو دیدم که به راحتی با بار اول رد میشن و به مقصدشون میرسن، ولی متاسفانه امروز حسین اصفهانی نتونست هوایی پرواز کنه، برای همین مجبور شد تا موقعیت بهتری خودش رو با محیط و مردم یونان وقف بده و وارد اجتماع بشه. How are you, my friend? How are you? I'm doing fine. You?
good. Do you like here? Ali, you very, very good. Very good. It's better than Athens. Better. یامان داشتون؟ علی یامان آمان باز چیه؟ چی بود؟ یعنی سلامتی سلامتی خود رو باید چطور؟ سر تو بذار رو شمونه ها خوابت بگیره بذار تا آروم دل بی تابت بگیره به هم نگو از ما گذشته دیگه دیره حتی من از شنیدنش گریم میگیره بذار رو سینم سر تو چشمای خیس و تر تو بذار تا سیر نگات کنم بو بکشم پیرهن تو بغل کن و بچسب به بکش دوباره دست به جز تو کسی رو ندارم نزدیکتر از نفس به از این مادر بزرگم برات نه؟ کمیته نگفتم بدم؟ این سرطان گرفت 8 تا تومور بدخیم تو سرش پیدا کردن من یه روز همین شکلی همه داشتن دعا میکردن ته مراسم دعا میکردن همه یا واسه هم دعا میکردن یا واسه مریض دعا میکردن واسه کسی که میخواست حرکتی انجام بده دعا میکردن من به هیچ کم نگفتم واسه خودم از ته دل چیز کردم از ته دل مسیح خواستم من از کجا باور کنم که مسیح پیامبر بوده؟ دلش میجمه معجزاته تو معجزه دیدی ازش تو معجزه دیدی دیدم باید. شاید این معجزه نمیدیدی هیچ وقت مسیحی نمیشه مطمئنه نمیشه ولی دین مسیح کسی که مسیحیت قبول کنه به نظر من نمیتونه دین دیگه قبول کنه ولی اینقدر که تو راجع به مسیحیت تحقیق کردی آیا راجع به اسلام هم تحقیق کردی؟ خود من نوعی تحقیق کردم فکر میکنی نه دادش نه ولی منظورم این که من نوعی راجع به دینی که توی ایران به من گفتن آقا تو مسلمانی و شیعه ای هیچ تحقیقی نکردم تا حالا فقط همینجوری تو تیوار گفتم آره خب حتما چون مادر پدرم هستم منم هستم مثلا الله باش کنم
مسیحیت تا چیزش مهرش و غصت گرفتنشه دیگه. نه خدا وکیل مسیح بودنشو به خاطر مسیح بخیره کاغذه. آره نه کاغذ هم میدم؟ نه خدا وکیل کاغذ هم اگه بدم منم میرم مسیح میشم ولی بر کاغذه. آره پوفیسی هستی. نه جدی دارم میگم آقا وقتی من میخوام برم پرونده کنم مدرک ندارم مجبورم به خاطر کاغذ برم کار بکنم. کاغذ میدم برم. نه هرگز هم چیکاری نمیکنم. یه راه رسیدن به خدا حالا تو به قول رضا مارمولک راه رسیدن به خدا زیاده. بالاخره در مدت 10 ماه سیا از اروپا ناامید شد و به ایران برگشت. جاوید هوایی به بروکسل رفت. حسین و مسعود هوایی موفق نشدند برن به انگلستان و ناچار زیر کامیون مخفی شدند و خودشون رو به انگلستان رسوندند. حسین اصفهانی بالاخره بعد از 3 بار تلاش در بار 4 موفق شد هوایی به انگلستان بره و سام به آلمان. در این بین فقط داوود مون که اونم شد بازیگر فیلم سینمایی من. Αυτό που κάνει έτσι ο Ντάβουτ στον ουρανό, εκεί δεν χρειάζεται να κάνουμε ανέβασμα. Εντάξει, θα δοκιμάσουμε κιόλας, δεν λέω. Και είναι αμάν και μετά από 10 μήνες με αυτή την τουρβίνα, αυτή την φίρμα σάχτη.